فکر میکنی من به گرده نرسم قانونم نمیرسه؟ زنده است؟ کدومش واسه بیشتر صرف داره؟ زنده است! کما من اصلا نمیدونستم شیشه تبهم دارم. اصلا خدا من فکر میکردم باباشو میترسونم و رازیم پولم رو ازش میگیرم و رحمه هم معتاد نمیشه. من فقط میخواستم حقم از جای باباش در اومد. شد 150 تا مجددا. چش باز کرد؟ رها خوبه؟ ارسلان خوبه؟ والا چجوری بگم؟ کلش خورد کف اسفالت خیابون بیهوش شده. خوشبختانه به هوش اومده، اما از اینجا به بعد عوارض این کما رفتن شروع میشه. بین یه ماه تا یه سال حافظش خوب کار نمیکنه. شاید بعضی اطرافیاشو بشناسه، بعضی رو نشناسه. مثلا موقع مطالعه دچار سرگیجه میشه، حال تهوع میشه، کلا بیقراره. فعالیت شدید بدنی نباید داشته باشه. همه عوارض به دلیل بخش ضربه خورده مغزش طبیعیه، با گذر زمان حل میشه. تو خونه با گفتن خاطرات، نشون دادن عکسای خانوادگی میتونید به روند بهبودیش کمک کنید. اومدم اگر اجازه بدید قول و قرار اون شبا بشکنم. تو که به شکوندن عادت داری. اگه اجازه بدید میشکنم. دهنم بسته است واسه گلگی سر دخترم، واسه دل دخترم بسته است. مریم اجازه داد بیا خونم واسه خواستگاریش. من دلم از شما صاف میکنم، شما هم کردارتو صاف کن. حساب خیریه رو گرفتم، همینجون یه دقیقه میری تو اوجه منم بشنم میشه فرزاد؟ واسه نقشه دارم دایی جون. از فردا یه روز تو با ماشین میری میدون، یه روز من، هر کی هم واسه خودش کار میکنه. یه روز در میون که نون زن و بچه تو یه روز در میون داری؟ خدا بزرگه. خوشم هم نمیاد شب تو اوجه حمید بخوابی. تو شکلت کارتون خوابی آوارگی نیست. از امشب میری خونه ما. اوزام کم کم بهتر میشه. دختری که خوب شده مرخص شده رفته خونه شون. مادرت هم میبخشدت. کجا؟ با تو هم فرزاد؟ من تا آقا مادر جلو نرفتم که الان بیام نصف روزی شما و زن و بچه تو صاحب شم و گوشه خونه تو اشغال کنم دایی. من و زن و بچه هم راضیم. من نیستم. مگه فقط نظر توه؟ فقط دل تو مهمه؟ پس دل مادر چی؟ دل خواهرت؟ میذاره برم ببینمش؟ منو تو خونه راه میده، شیرشو حلالم میکنه. من آقا مادر شدم دایی. من سرم به تنم نمیارزه و میدونم آقا مادر یعنی چی. شما نمیدونی؟ من دندون لقم دایی، بکنیدم بندازینم دور. دایی شما خوب سالم حلال خور کم توقع خوشبخت باش. شما میتونی با همینایی که داری همینجوری خوشبخت باشی دایی، ولی من نمیتونم، بلد نیستم دایی. یکی بلده یکی بلد نیست دایی. من بلد نیستم. قانون یادت میده سر به زنگا یاد حرف من بیفت؟ خلاف سر به زنگاست. دور دختر مردم پلکیدن سر به زنگاست. قانون یادت میده آقا فرزاد؟ یادت میده؟ Thank you.
صابونه رو خودت بخور. نهار با دوسته بخور، شام با دشمنه. بیا بیا اینجا آبجیرم، بیا صبونه بخوریم، بعد ماژیکامو بیارم رو گچ و دست پات نقاشی بکشم. باشه باشه آبجیرا، تو بیا بالا. سلام، چطوری چشم سفید؟ من کیم؟ بسته دیگه، کیم تو یه مردم آبداری. ترسوندم تو با؟ بخش غصته. سلام اردلان. ارسلان جون قرص از بابات بگیر برو بده خواهرت، الان یه لیوان آبم براش میارم. وایسا صابونم براش میگیرم که با شکم خالی قرص نخوره، ضرر داره. آبجورا فقط املت دوست داره. املت؟ ای به چشم، قربونت برم. باریکلا به پسرم که میدونه خواهرش چی دوست داره چی نداره. میدونی بابات چی دوست داره چی دوست نداره؟ گلبانو میگه مریم دوست داری. تو هم مریم رو دوست خواهی داشت. من شرط میبندم. شرط رو بندی؟ گلبانو میگه شرط بستن کار بدیه. خب اگه گلبانو میگه کار بدیه لابد کار بدیه دیگه. آخه گلبانو زن عاقلیه. میخوای از گلبانو که زن عاقلیه یه چیزی بپرسیم؟ گلبانو به نظرت ارسلانم مریم رو دوست خواهد داشت؟ تو که همه چیزو بلدی، مریمم بلدی؟ والا شنیدم با خداست. میرزا همیشه میگفت هر که با خداست دوست بچه هاست. میخوام پس فردا شب برم یه جایی. تو هم با من میای؟ کجا؟ پیش دوست بچه ها. که این خانواده رو خوردم ولی نمک دون شکوندم. آدمیزاد دو پای عجیبیه،
اگه یه روزی یه نفر به من میگفتش که اونقدر پر رو میشی که بازم مزاحم خانواده میشی، بهش میگفتم تو یا دیوونه ای یا دیوونه ای. شما آقا جلیل فرمودید که دلتون رو از من صاف میکنید، منم کردارم رو صاف، پس با کردار الانم اومدم، با پسر پاره تنم، در نبود دخترم که مریض و کمتوان شده و همه دل خوشیم اینه که به هم خبر دادن چند ماه دیگه درست میشه. رسیدم خدمتتون. من این چند ساله بالا و پایین زندگی رو خیلی دیدم. الانم که اینجا هم از مال دنیا، مال دنیا رسم خواستگاری نبوده، رسمش کردن. مال دنیا قد سه وعده غذا که باشه جای شکر داره و بنیش آدم باید بذاره با سه انسان بودن. من توقعمو میگم و بعدم مجلس دست تو مریم. من توقعمو میگم و اگه قبول کردیم میفرستمتون خدمت حاج قاسمی تا با کلام اون محرم بشه. خودم هم میرم سراغ پسرم یحیی. اون موافق این وصلت نیست، ولی به حرمت ریش سفید من و شما که مهمونی از اینجا رفت تا به کسی سخت نگذره. اما توقع اول اینکه با دخترم مهربون بشی، دوم اینکه کردار تو صاف کنی. خدا بیامرزه پدرم. میگفت چایی که دختر آدم واسه باباش بیاره عسله، چایی که زن آدم هر روز واسهش میاره قند و عسله. مریم هم که چاییشو آورد، حالا اگه تو با خانم قند عسلش کنه دیگه معرکه است و میرسیم به حرفای شما دوتا. اردلان بعد 20 و چند سال برگشتی با دوتا بچه، برگشتی چون بهم علاقه داشتی، منم قبول کردم چون بهت علاقه دارم. استدلالم هم اینه که من بدی و خوبی های تو رو خوب میشناسم، تو هم منو خوب میشناسی. من فکر میکنم
با یه شناخت بهتر میتونیم یه زندگی بهتری رو بسازیم. از این در که بریم تو، خود به عقد حاج آقا ثانیه و میشیم زن و شوهر. اما بدون این آخرین فرصتیه که به علاقم میدم. پس بیا از این آخرین فرصت که خدا بهمون داده بهترین استفاده رو بکنیم. قول بهم بده تو زندگی با هم رو راست باشیم. باش اردلان. باش. آقا رها از خونه رفته بیرون، نمیدونم کجا رفته، نمیدونم کی رفته، نمیدونم آقا، فقط رفته. سلامو یادمه، آدرس این خونه هم یادمه، تو رو یادمه، مامانت هم یادمه، همین، فقط همین. فرزاد دیگه اینجا نمیاد. فرزاد یادم نیست. فرزاد برادرم. یادم نیست. این خونه رو یادته؟ بعد فرزاد رو یادت نیست؟ نیست، نیست. اینجا دنیاست ولی هیچیش یادم نیست. کیه لیلا؟ خوبی دخترم؟ الحمدلله مرخص شدی؟ بذارید اینجا بمونم. اینجا رو یادمه. خیلی خستم. خوابم میاد. بله. مادر کی؟
گلبانو تو نیومدی خواستگاری که مواظب رها باشی. آقا مادر اون پسر قضبته زنگ زد گفت رها رفته اونجا. اونجا سلام. چی شد نیست؟ رفته خونه اون پسره فرزاد؟ ممنون که آوردیش، اینقدر هول شدم که اصلا یادم رفت. مگه آدرس اونجا یادش مونده؟ اونجا چرا؟ هیچ ردی از من تو ذهنش نیست. اون وقت آدرس اون حتما پسرم تو ذهنشه دیگه. اردلان یعنی منو یادش میاد؟ بریم تو بخواب تا بابا برگرد. قراره ارسلان از فردا شب زود بخوابه. قراره امشب ارسلان نره خونه آقا محمد جواد خان، منم نرم خونه بابا مینا. قرار شده امشب بیایم کمک تو تا رها رو پیدا کنیم. بعدش هم که رها رو پیدا کردیم بریم نقاشه قشنگی که ارسلان روی گچ دست رها کشیده رو به من نشون بده. مگه نه ارسلان؟ بله. بریم؟ بریم. بریم. دارم که یه عروسک ازش آویزونه. آره؟ تو کی؟ انگار بیدار شد. اینجا چرا بابا؟ گفتم فقط ارسلان بیاد. پشو بابا، پشو از زمین خونه ما. نترس، نترس. میترسم، میترسم. ارسلان و لیلا و اکرم با یه کوله پشتی که یه عروسک ازش آویزونه. بقیه کیان؟ کیان؟ من میخوام اینجا بمونم. التماست کردم نکردم؟ من فقط میخواستم خانوادت رو با خبر کنم. حالا صداشون کردی بیان منو ببرن؟ من روسیام، سیایی که پسرم به بار آورده میخوام جبران کنم. اینجا که قابل تو رو نداره. اگه پدرت اجازه میده خب بمون. من میخوام اینجا بمونم. هر سالانم بمونه. تو کی؟ رها جان، من دوست ارسلانم. به هم گفته بود بیام نقاشی روی گچ دست تو ببینم. من فقط حافظم به هم ریخته. بچه که نیستم، احمقم نیستم. این احمق با هم حرف میزنی.
راست میگه آبجی، مگم جو نگاه کن اینا چه قشنگ خوشگله. اینو من کشیدم، قشنگم خیلی قشنگم. رها میخوای اینجا رو خلوت کنم، میگم همه برن، همه اونایی که تو نمیشناسی، حتی خود من بگم. میشه ما شب اینجا بمونیم؟ یعنی اجازه میدین که ما شب اینجا بمونیم به خاطر اینکه رها اینجا رو میشناسه، شما رو میشناسه، ارسلان رو میشناسه، اگه اجازه بده من اینجا بمونم، شب اینجا بمونیم، یعنی همه خودمونی ها اینجا بمونن، هر کی که رها میشناسه و دوستشون داره. باشه رها، همه خودمونی ها میمونیم، اگه اجازه بدی منم میمونم، اگه نه منم میرم. اون شما رو نمیشناسه آقای اردلان تمجید. من میدونم که شما پدر رها هستین، ولی رها نمیدونه. ما باید بهش فرصت بدیم. من میدونم که شما چقدر رها رو دوست دارین، جونتون رو براش گذاشتین، ولی خب اون الان یادش نمیاد. اون باید بهش فرصت بدیم تا فداکاریه که براش کردین یادش بیاد. باشه بابا یه رها. خب من ببینم، خیلی خوب بفرمایید، شما هم بفرمایید، بفرمایید امشب برشو همه اونه که رهو میشناسن بمونن، بفرم شما هم بفرمایید، فقط خودمونی ها امشب اینجا میمونن. خداحافظ. پسره که اینجا نمیاد. نه؟ آواره کوچه خیابونا بود، رفتم پیداش کردم بردمش میدونه تربار، شبا اوجه یکی از بچه ها میخوابه، مادرش بیرونش کرده. مردونگی کردی ازش شکایت نکردی. بله. ساعت قرصای رها رو نگفتی. اردلان. آره نگفتم. خب بگو. الو. هر 8 ساعت یه دونه. ممنون، شب بخیر. الو. چی شدی؟ اردلان، اردلان، اردلان. Thank you.
ساکت موندم تا بالاخره سر و کلت پیدا شد. بریم تو ماشین حرف بزنیم رئیس. نتونستی فلینگو ببندی نه؟ بریم تو ماشین حرف بزنیم رئیس. نتونستی نه؟ اگه شده بود تا حالا فلینگو بسته بودی. از مرز نتونستی رد شی نه؟ بریم تو ماشین حرف بزنیم رئیس. از اینکه تو دنیا یه نفر رازم و میدونه حالم بده رئیس. شبا بد میخوابم، روزا بد بیدار میشم. بریم تو ماشین حرف بزنیم رئیس. سلام آقا اردلان، اومدم ماشین آقامونو ببرم. مریم گفتش که سویچش دست یه نفر رو دوزیدم، باید بریم کمکش. بیا بریم دنبالش. همین الان رفتیم. آقا چمدونمو بیاری. آقا میشنوی میگم یکی رو دوزیدم، باید بریم کمکش کنیم. بذار چمدون خانومو بدم بعد بریم. دیگه دیر شد، فایده نداره. باز کنین در این خراب شده رو. شما؟ من رعنا، مادر رها و ارسلان. باز کنین. این مادر همون چش سفیده. تمومش کن، اینجا خلوته. خراب شد. من هیچ جا نمیرم تو بچه‌مو نبینم. ولش کن، با تو میگم ولش کن. درسم تو در حد نیستی که بخوای خوب و بد جای بچه منو تعیین کنی. داری بد حرف میزنی. همیشه شما من مرخصی میدادید، حالا من میخوام به شما مرخصی بدم. مریم همسرم. سلام.